در آخرین خداحافظی، قدرت الله به خواهر و نامزدش دو سیب سرخ داد. نویسنده کریمه مرادی، گرفته شده از رسانه رخشانه. میزبان شما اجمل غفوری. شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. آرزوی صحتمندی و تندرستی تان را دارم. خرسند استم که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار دارم. قبل از آغاز این داستان، لطف نموده یوتیوب چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را همچنان فشار بدهید. آغاز داستان. خانواده های مدینه و صابره تا ساعت ده پیش از چاشت پیکرهای بیجان آنها را از شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل پیدا کردند. صابره 19 ساله و مدینه 18 ساله در حقیقت عضو یک خانواده بودند. صابره نامزد برادر مدینه بود. او حدود دو ماه شده بود که بر آمادگی کنکور از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به کابل آمده بود. اما چهار ماه شده بود که با قدرت الله برادر مدینه نامزد شده بود. قدرت الله و صابره قرار بود سال آینده با هم ازدواج کنند. قدرت الله هنوز خداحافظی صبح روز حادثه با صابره و مدینه را به خوبی بیاد داره. اما قدرت الله هرگز تصور نمی کرد این خداحافظی جدایی همیشگی اونا است. نزدیک به یک و نیم ماه از عمله انتحاری در آموزشگاه کاج میگذره، اما هنوز قدرت الله باور نکرده که ای یک کابوس نبوده. تنها کاری که او را آرام می سازه اشکهای بی‌امان است. صبح روز حادثه وقت صابره و مدینه در حال آماده شدن برای رفتن به آموزشگاه میشن، قدرت الله به آشپزخانه میره. دو سیب سرخ برداشته یکی به صابره و دیگره به مدینه میده. هر دو را پیش دروازه بیرونی خانه میرسانه و بدرقه میکنه. عقربه های ساعت دیوار خانه روی عدد 9 ایستاده است. قدرت الله هنوز خانه است و تا این زمان بی خبر از همه جا و همه چیز. شاید منتظر است که نامزدش برگرده. ناگهان دروازه بیرونی خانه به شدت کوبیده میشه. پشت دروازه خواهر صابره است. او با خود خبر آورده بود که برای همیشه کام زندگی قدرت الله را تلخ کرد. میگه در ساحه نقاش انفجار شده. دقیق نمیدانه کجای نقاش است، اما مدینه و صابره تلفن‌های خود را پاسخ نمیتن. با شنیدن این خبر، قدرت الله نیز بیش از 100 مرتبه به خواهرش زنگ میزنه، اما دریغ از یک پاسخ. صابره گوشیش خانه جا گذاشته است. تا این زمان قدرت الله هنوز خبر نشده که در آموزشگاه انفجار شده. خانه قدرت الله در دیقابل است. صدای انفجار را نشنیده و اگر هم میشنید شاید عادی به نظرش میرسید، زیرا
گوش مردم اینجا پر است از شنیدن چنین صداهایی. قدرت الله بناچار از خانه بیرون میشه. دموتر لینی به سوی نقاش از گفتگوی داغ راننده و مسافرها پی میبره که محل انفجار آموزشگاهی است که صابره و مدینه اونجا بوده. سراسیمه به هر شفاخانه که دوست آشنایی داره زنگ میزنه. کوتا میپرسه کسی به نام صابره و مدینه را آوردن یا خیر؟ میدانه که خیلی دیر شده، او باید به جای رفتن به آموزشگاه شفاخانه ها را بگرده. خودش به شفاخانه وطن میرسانه، اما صابره و مدینه اینجا نیستن. همه آدرس شفاخانه محمد علی جناح را میتن. شفاخانه ای که در عمله های پی در پی غرب کابل بیشترین زخمی ها و قربانی ها به اونجا منتقل میشن. قدرت الله هنوز نمیدانه که بر سر خواهر و شریک زندگیش چی آمده، اما دلش گواهی بد میده. دستایش میلرزه. مثل بسیاری از خانواده‌های قربانی در دلش دعا میکنه که هر دو حداقل زخمی باشن. قدرت الله داخل شفاخانه میشه. اتاقای عاجل شفاخانه را بار بار میبینه، اما خبری از صابره و مدینه نیست. ناگزیر برفتن به جای میشه که توان قدم برداشتن را نداره. طبقه پایین شفاخانه، جایی که قربانیان دیگر نفس نمی کشن. یک بار عمومی چهره های شهیدها را میبینه. او میگه که کسی آشنا به نظرم نامد. بار دوم نگاه میکنه. دختر در آخر صف شبیه مدینه است. مردم چهار طرف جمع شده میگن که خواهرت است. او میگه که گفتم مچم. شباهت داره ولی نیست. مرمی در سرش خورده بود. بیخی خونالود بود. از جا بلند شدم. بعضی هایی که کنارم بودن را گفتم او نیست. اونا مرا گفتن برادر دقیق ببین، شاید خواهرت باشه. دوباره زنجیره باز کردم. حجابش دیدم. همو بود. دستش گرفتم. از دستهای لاغر خواهرم فهمیدم که مدینه است. قدرت الله جسد مدینه را مسپاره به پدرش. باید از سرنوشت نامزدشام خبر پیدا کنه. در صحن شفاخانه نگران و سراسیمه استاده است که گوشیش زنگ میخوره. خواهر صابره پشت خط است. کوتا میگه صابرام شهید شده. قدرت الله میگه بعد از شنیدن این حرف به زمین افتادم. گفتم دروغ نگوین. گفت پهلوی شهید مدینه بود. قدرت الله و مدینه 7 سال قبل مادرشان را به دلیل یک بیماری ناشناخته از دست دادن. در حقیقت اونا به خاطر فقر نتانستن او را به دکتر ببرن که بیماریش چیست. به همی خاطر مدینه آرزو داشت پزشک شود. یاد مادرش در تمام خاطرات بر جا مانده از مدینه زنده است. باری به برادرش گفته بود میخواه روزی که تواناییش را پیدا کنه بنیاد خیریه مادرها را ایجاد کنه. مدینه بی وقفه تلاش کرده بود. از دانش آموزای ممتاز آموزشگاه بود و کارت طلایی هم داشت. شاید همی دلیل بود که قدرت الله هم پزشک شده. او از رشته طب معالجوی دانشگاه طبی کابل فارغ شده است. قدرت الله میگه پدرش از راه کارگری اونا را به مکتب و دانشگاه فرستاد.
قدرت الله حالا در کابل پزشک است. صابره به قدرت الله گفته بود میخواید حقوق بخوانه. او قول داده بود که هرگز شریک زندگیش را تنها نمیگذاره. اما چی میدانست که روزگار بر اونا چه دراستین داره؟ صابره رفت و قدرت الله با دل پرخونش ماند. قدرت الله میگه همون روز، یعنی روز جمعه، خداحافظی که هرگز تصور نمی کردم آخرین خداحافظی باشه. دوباره هیچ وقت سلام نکنم. واقعا خیلی دلم تنگ شده. فقط خودم میدانم و خدایم. پایان داستان.